بزن سنگ بزن سنگ چه دلم شده باز پنگ بزن. السلام علیکم به تیم جنگی جیکسیلیتی، امیرعلی عبدالی هستم با یه ویدیوی جیکسی شو یا همون شوخی با شاخهای مجازی در خدمت شما هستیم. بریم یه ریاکت کنیم به شاخهای مجازی و بکوبشون ببینیم دنیا دست کیه. اول از همه ازتون میخوام که اون دکمه لایک پایین رو بزنید، چنل یوتیوب من رو سابسکرایب کنید و بریم واسه ویدیو. حتما نظرتون رو هم کامنت کنید. ویدیو اول یه ویدیوی تیک تاکی. Gönlümün yaratı Gel Allah'ın belası Kavuşmak o به این مدل موش چی میگن؟ جوجه تیغی میگن؟ چی میگن؟ من ندیدم تا حالا اینجور مدل رو. یه موش جوجه بوس کردنیه، رنگیه، نمیدونم این جوجه رنگی هست، کلشونو میکنی تو رنگ موهاشون با رنگ بقیه بدنشون فرق میکنه. بابا اسمارتیسید مگه شما؟ هر کدومتون هر جاتون یه رنگی. کفشا مثلا سبز یواشه، مثلا شلوار مثلا زرشیه، مثلا پیرهن زرد، موها آبیه، یه گوشواره هم بنده. بابا اسمارتیس اینجا درستی بزن دیگه. بابا این چه وضعش خدا وکیلی آخه، خفن گذاشتید اسم خودتونو. ببین مثلا تو فیلم های خارجی، مثلا جنیفر لوپزی، آنجلینا جولی، اسکارلت جانسون چیزی کف میریزن رو خودشون میخوابن تو بانون، جذابه. تو چی داری اینجا اومدی واسه ما این کاری کردی؟ بعد من یه سوال داشتم، قشنگ معلومه لب پایینو اولش مثلا پول دستت بوده اینا، رفتی پیش یه دکتر خوب زدی رنگش مثلا خوبه، لب بالا رو پول دستت نبوده رفتی پیش یه دکتر دیگه واسه جلد زده، لب بالا رنگش با لب پایین فرق میکنه، چرا اینجوریه؟ اینو به من اول یه توضیح بده، سپس بعد از اینکه پول دستت اومد برو رنگ بالا رو هم مثل رنگ پایین کن. آفرین. ببین من نمیدونم، قشنگ صورت معلومه، ابروها رو مثلا کاشتی، ببین موها که رنگه، احتمالا اکسیشن هم باشه، مژهار هم کاشتی، چشات هم لنزه، لبو خیلی جل زدی، شبیه منقار یا کریم شده انقدر اومده جلو، بعد زاویه فک هم زدی، هزار و یک قلم آرایش هم کردی، بعد با این همه کاری که انجام دادی باز داری با فیلتر بیوتی اینستاگرام ویدیو میگیری از خودت؟ قبلا چقدر زشت بودی مگه الان اینجوری شده؟ چه گناهی کردن خانوادتون؟ چه جوری میشناسن شما رو قبل بعد این داستانایی که رو سر خودتون میارید؟ با خیلی زشتی شما، بستی دیگه، چی بگم آخه؟ باشه ها، به من بگی. خب میدونید که من نینی هستم، چیچیلو هستم، پاستویزه هستم، اوه هستم. به من بگی اینا چی؟ اینجوری مثل خود اینجاست، اینجوری چیز چیزیه. خب من نمیتونم، من نینیم. بیم بگید اینا چیه؟ ببین والا با این کارهایی که تو میکنی نه نینی، نه کوچولویی، نه چوچولویی، هیچی نیستی شما. شما سیگار میکشی، شما شکست عشقی میخوری، شما عاشق میشی، شما همه کار میکنی، دیگه نینی نیستی، دیگه چوچولی نیستی شما. بعد اون موهایی هم که اینجا در اومده واسه تمرینه، حالا اونا رو بعدا به توضیح میدم واسه تمرینه چی زبونتو نزدیکش میکنی. یه چیزایی رو معلومه فهمیدی ولی کامل متوجه نشدی شما. به چشمات یه لنزی انداختی، لنزو انگار هم مترو خریدی. درسته چشم آبی میشه ولی شما آبیت از آبی مداد رنگی و ماژیک هم پر رنگ تر شده. من نمیفهمم چرا این کار رو بکنی آخه. والا این چشه دیگه آبی هاسکیه، هاسکی هم یه کوچولو کم رنگ تره ولی قشنگ معلومه لنزو هم مترو خریدی. واقعا دیگه به هیچ چیز نمیشه اعتماد کرد. دیروز بیسکویت مادر خریدم مزه پدر میداد.
ببین شما که بیسکویت مادر خریدی مزه پدر میداد، مزه پدر رو واسمون توضیح بده ببینیم چه مزه ای بود شما که تست کردی. ای پسر بابا من نمیفهمم بالا پشت اون خونه شما چه جذابیتی داره واسه با اونجا ویدیو میگیری، تتومتو خط خطی نقاشی زدی واسه با اونجا واسه خودت. شما ابروهاتو از این زید رفیق ما بهتر برداشتی، یه رنگ خوشگلم بزن روش، ابروهات هم رنگ کن، گوشواره بنداز، قشنگ مناسب بایزینس باشی. فرناز چونم؟ از دستم ناراحتی؟ آره. پام چیه؟ به این پسر شما متولد 84ی حداقل، خب مثلا میخوای هماهنگ شده با یکی تیکه بندازی بهش که بغلت نشسته، قبلا جمله رو بهش نگو که اینجوری نشه بازیش. ای بابا من نمیدونم آخه شما چه جوری زید بازی میکنید، متولد 84ی الان باید مثلا لوازم تحریر مدرسه تو بخری نکی زید بازی کنی شما. من نمیدونم خدای مال ما چه جوریه داستانش، اینا دارن زید بازی میکنن ما نمیکنیم. من ده 80 نیستم، چرا با بقیه اینا فرق دارم؟ نه همشون زید دارم من ندارم. ای سلام دوستان، امروز من اومدم مطب آقای دقیقا 10 روز بعد از عملم هستش، اومده بودم برای کشیدن بخیه هام و اینکه خیلی از دوستان در مورد درد و نقاهت این عمل جراحی از من سوال پرسیده بودن. از اونجایی که دیگه فالوورای من میدونم، من بعد از 3 روز دقیقا بلند شدم به کارهای روزمرگیم رسیدگی کردم و اینکه فقط 2-3 روز اول شما یه دردی دارید که دردش هم کاملا قابل تحمله، درد خیلی زیادی نیستش و عمل خیلی خیلی سختی هم نیستش و من عمل لیپوماتیک ساعت‌شنی و ترانسفر چربی باستان داشتم و فوق العاده از کار آقای دکتر. بیا دیگه خاله کلوچه به ما توضیح داد درد نداره، مثلا دردش یه روزه، بعد اونم میتونی پاشی به روزمرگیات برسی، هیچ مشکلی نداره دردش. من نگاه دارم میگم این هر روز داره یه جاشو عمل میکنه، خطرناک شده. به ما گفتم دفعه پیشم عملیای محله ما که میشینن شیشه میزنن فلان میزنن بیسال میزنن انقدر عمل ندارن که شما داری. هر دفعه هم داریم مطب به دکتر معرفی میکنیم، ما نفهمیدیم کدوم خوبه کدوم بده، کدوم درد داره کدوم درد نداره. ای ولی اینو من متوجه شدم از ویدیوهای ایشون که مطب به دکتر درد نداره، جاهای دیگه بری شاید درد داشته باشه. عشقایی دارم اینقدر لاک چرینانه زندگی میکنم که شیر الاغ مادهی که در کوه هیمالیا برای بنده جمع‌آوری شده حمام میکنم. شکلاتی که صندوقهاش توسط ملکه الیزابت جمع‌آوری شده به عنوان شامپو استفاده میکنم. و اینکه ریلکسیشنم با پسر رفتی نشستی تو حموم هتل با این شامپو تبلیغ کوچولو هستن که واسه شانتیان و اینجور چیزا میذارن اونجا، با اونا حموم میکنی بعد میگی من با شیر خرم حموم میکنم؟ مطمئن شیر خر بوده؟ ای ملکه الیزابت سوم چهارم پنجم فندقاشو چیده؟ ملکه الیزابت مگه عمله باغ واسه تو فندق بچینه بیاره بذار اونجا عمل کنی؟ اون کاکائویی که مالیدی سر صورت رنگ شبیه پیپی بود، چجوری شد بهترین کاکائویی که اونجا اومده؟ بعد خر تو هیمالیا نمیتونه زندگی کنه، سرده. اینو اونجایی که بردم به تو شیر خر دادم به خوردت هیمالیا نبوده، جای دیگه ای بوده. خب دوستای گلم، امروز میخواستم یک از بهترین روش های شینیون مو رو برای دختر خانم که این هم هزینه میکنه کنم چون آتو یه شامپو برداریم باز کنی قشنگ، خب بمانی کف سرتون و بندازی نفت هم این هزینه شامپو رو که ریختین قشنگ به این صورت، خب اینطوری کف میکنه و کاملا همینطوری مدل خامه اینطوری همین برم سادگی. اینا هم اگه دوست داشتیم بدیم پایین یا بدیم بالا اینطوری هر مدلی که میخواین براتون اوکی. ببین شما به همین سادگی که خودت گفتی موات شد شبیه بارکد جعبه صابون گلنار. یه چه موهایی بود برای خودت درست کردی؟ خامه ای بود؟ خامه ای نبود. نمیدونم اسلام دست و پامو باز بستی که فقط میتونم بگم خامه ای نبود، تا همون وزن و همون سبک و ردیف و اینا چیز دیگه ای بود نمیتونم بگم. حالا شما به بزرگی خودتون ببخشید دیگه، من معذرت میخوام.
نمایشی داری، چه دوست به سر خوبی، چه آرامشی داری، وقتی تو میدی که به تو فکر. ویدیوش قطعا موزیکش کپی رایت داره، بیشتر ادامه نمیدم. ما پول لازمیم داریم اینجا کار میکنیم، پول لازمیم. و موهای تو رو که مثلثی شونه کرده واسه من نمیدونم. ما فقط من بهت بگم نگاه اینجا رو تار کرده بود، اگه دقت کرده باشید اون جای پای آرایشگریه که موها رو واسش درست کرده، اینجا رو تار کرده بود که زیاد معلوم نشه دیگه. بالاخره میری میگی اندازه 5 تا موامو مثلثی کن، اینجوری واسه در میاره، جای پاش میمونه، تو هم مجبوری تار کنی. باری کلا یوشا، میدونی اگه منو تو از ایران بریم چی میشه؟ نه چی میشه؟ میشه فرار مقصا. پس قدرمونو بدونید و بی احترامی نکنید. ببین شما از ایران بری اکسیژن برای ما بیشتر میشه قطعا. شما از ایران بری فرار مقصا نمیشه، فرارت فلان مغز ها میشه. نمیگم اینجا داستان داره واسمون پیش میاد، بالاخره اون دماغ تو فقط من میدونم هنوز اینستاگرامش اونقدی بالا نیومده که بره مطب به دکتر بگه دماغم عمل کن واسه یه استوری میذارم. ایشالله یه کوچولو تحمل کنید، اومد بالاتر میره یه مطب به دکتر عمل میکنه، پست استوریشو واسه شما میذاره، بعد فرار میکنه رکوها میره ترکیه، سایت شرط بندی را میندازه، میشه دزد جیب شما پول میدزده. اینجوری میشه مون نه هنوز کار داره، این هنوز به اون مراحل نرسیده. دوستان اومدن یه دونه فری استایل واسه تون برم، واسه آهنگ جمجمه که الان یه ذرشو میخونم واسه تون. جمجمه شد قمقمه، اون یارو وسط بلبله، اونم من وسط دموله. جمجمه شد قمقمه، پایم جمجمه شده قمقمه. ببین این ویدیو از زیرخاکی های اینستاگرام بود، یعنی از بنیانگذاران سبک چوسناله تو اینستاگرام رو بگردی ببینی پدر اینایی که الان دارن چوسناله میکنن کی بوده، میرسی به ایشون، میرسی به ایشون. جمجمه دیگه شده قمقمه. شما الان باید احتمال میدم، من اینو احتمال میدم، معلمشون گفته با قمقمه جمله بسازید، یا مثلا موضوع انشا داده بهشون راجب جمجمه. خب مثلا اینم یک سری شیطونی کرده، مامان باباش خونه نبودن، گوشی بابا رو ورداشته، یه دونه فریستایل رفته واس شما. پسر بابا برو انشاتو بنویس، ول کن بذار کنار این چستانا رو. دوستان مرسی که ویدیو رو نگاه کردید. دمتون گرم. من بگم همه جملاتی که میگیم، همه کارهایی که اینجا میکنیم صرفا شوخیه، امیدوارم کسی به دل نگیره. اگه این ویدیو رو فقط بگم کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، یا همون روی گزینه اشتراک مشترک شدن بزنید. اگه گوشی تو فارسی حتما نظرتون رو کامنت بذارید، بگید که چه ویدیوهای ما بیشتر بسازیم. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید، خیلی ممنون. بوس برنامه کنید.